من مهرداد رئیسی و شما به پادکست بخندیم گوش میکنید. برای بچه ها و خانواده های پاستوریزه مناسب نی. میگه شخصیت منو از حرف زدنم قضاوت نکن. و چیکار کنم جاک شرنگ شورتت بشناسمت؟ تو رو خدا وقتی میخواین از زندگیمون برین یه هو نرین، قبلش بین بگین میخوام برم، یه به فلانمی چیزی بشنوید بعد برید. از فامیل دوست دختر انتخاب میکنین؟ من یه بار به دختر خالم گوشیشو پیدا نمیکرد، گفتم الان میگیرمت. فرداش خالم زنگ زد گفت شیدا تا کی باید منتظر بمونه بیاین خواستگاری؟ جهازشم آماده است. خدا وکیلی بچه های امروز خیلی کم طاقت شدن. من یادم سوباسا شوت میزد، ما 4 قسمت باز منتظر میموندیم که تکلیف اون توپ چی میشه. آخرش هم میخورد به تیرک اون دروازه‌بان واکاشی زوما هم که 4 قسمت تو هوا بود بنده خدا بلا تکلیف. به زنه گفتن شوهرت و فرستاده تو صف مرغ 40 تومانی تو ازدحام جمعیت خفه شده و مرده، حالا میخوای چیکار کنی؟ گفت نمیدونم، خودم هم شوکه شدم، شاید ماکارونی درست کنم. مامانم یه کانال آشپزی فرانسوی پیدا کرده، همون چیزایی که قبلا میپخت و میپزه، فقط شمع روشن میکنه. ما هم به جای دست درد نکنه میگیم مرسی بوکو ماما. من به خودم قول داده بودم من چیزی تعجب نکنم، ولی خب اون دفعه که جلو ساختمون علایالدین یارو داشت از دستفروش پاور بانک می‌خرید، به دستفروش گفت این چرا اینقدر سبک قلابیه؟ یارو گفت شارژش کن سنگین میشه. واقعا تعجب کردم. دنبال دختر آفتاب مهتاب نیده نباشین، چون ویتامین دی بدنشون کمه. به جاش بیاین اینو بگیرین. یک کتاب خیلی خوب معرفی کنین لطفاً. میخوام بذارم این زیر یخچال، یخچال تکون نخوره. تو کشوری که بازیگر نقش اول زن فیلماش اکبر عبدی بوده هیچ چیزی عجیب نیست. اون موقع که خدا داشت به اروپا یه چشای آبی و قد بلند و موی بلوند میداد، ما ایرانی ها تو صف دماغ و پشم بودیم. رکش بودن با بیادبی فرق داره، من بیادبم. جیگر لازم نیست به پام بشینی، هم که وسط پام بشینی کافیه. میگن اگه از ارتفاع میترسی باز ببرنت یه جای بلند تا با ترست روبرو بشی. دخترا من از سکس میترسم. حضرت نوح 950 سال عمر کرد، فقط 40 نفر رو هدایت کرد. فکر کنم به طرف میگفته ایمان میاری؟ طرف میگفته نه، ایشون هم میگفته اوکی بای. دنبال یه پرن خوب میگردم بفرستم تو گروه فامیلیمون، جوری که نه دیگه تو این گروه ها منو اد کنن، نه خونهشون دعوتم کنن و نه خونمون بیان. یعنی چی که تو بیو می نویسید پیج قبلیم فلان شد؟ پیج فعلیت هم به تخم ماست. آلارم موبایل مناسب واسه من نیست، واسه یه اپلیکیشن نصب کنم که سر زمان تعیین شده بهم لگد بزنه. دوست دخترم گفت ببین من اصلا با این موضوع که وقتی من کنارتم مسافر میزنی مشکلی ندارم، ولی خواهشم به مسافر نگو بیا سوار شو جلو دو نفرم جا میشه. گفتم باشه، حالا فعلا پیاده شو در بس خورده. من حد وسط ندارم، یا انقدر فان که پشمای همه میریزه، یا انقدر جدی و رسمی هم که بازم پشمای همه میریزه. چه حسی دارین از این که تقریبا اکثر کشورها دارن تزریق واکسن رو شروع میکنن، ولی پنجمین کشور موشکی دنیا
هنوز سفارش واکسنم نداده. پیش بابام درد دل کردم، گفتم حالم از خودم به هم میخوره، گفت ببین ما دیگه چه زهرشو میکشیم. بنده شخصا اگه جن بودم میومدم رو در رو خار و مادر تو یکی میکردم، نمیرفتم زیر تخت مثل اوبیا صدات کنم. امشب فیلم تنت رو دیدم و تو خونه معکوس حرکت میکنم. رفتم دستشویی، اول دستمو شستم بعدش ریدم. خواهشان وقتی یه نفر با کلی شوق و ذوق یه خبری بهتون میده نگید میدونستم. خب دوباره بدونید نمیمیرید که. اشتیاق بقیه رو با جست متفکرانه و همه چیز دانی کور نکنید. هوای دلخوشی بقیه هم داشته باشید. اسکلا از چنار یخچالمون رد می شدم، دستم گرفت گفت ناموسن یه چیز بذارنتون ببینم هنوز کار میکنم یا نه. اگه مامانا سایت شرط بندی بزنن اسمشو میذارن مگه نگفتم بت. احتمالا 10 سال آینده دیگه کسی از واژه تخمی استفاده نکنه، به جاش همه میگن آخوندی. رفیقم داشت راه میرفت پاش پیچ خورد، گفت جیسس. خود حضرت مسیح وقتی پاش پیچ میخورد میگفت یا قمر بنی هاشم. دوست دخترم پیام داده میخوام برم حموم، حال ندارم. جواب دادم چرا نمیمیری، بلاکم کرد. فکر کنم اون کلیپ آروم نمیگیریم و ندیده بود. اینو دوله چه شکلی بوده که اسمشو اینجوری گوشتن؟ علم بهتر است یا پدر زن پولدار یا زن دندان پزشک؟ بی همگان به سر شود، بی تو هم به سر می شود، تازه فلانم هم دهنت. پنج همون هی گرد خودمونه، فقط تنگه. داداش کوچیکم 3 سالشه، پرسید چطوری بچه دار میشن؟ گفتم لکلک ها از آسمون میارن، تحویل مامان خانم میدن، بعد مامان خانم اونو تو شکمش میذاره به بابایی نشون میده. داداشم یه نگاهی بهم کرد و گفت باشه من باور میکنم، ولی بگو کدوم اسکول اینا رو بهت گفته. هر پسر ایرانی بعد از هر شکست عشقی عکس یه بوکسور با دهن خونی و متن سخته اما بلند میشم. حالا که کلاس آنلاینه دیگه چرا بچه ها رو ساعت 7 صبح بیدار میکنه؟ تبخی کله پاچه آموزش میدیم مگه؟ من همون آدمیم که هر وقت تو گروه چیزی میگم تا مدت ها پیام من آخرین پیام تو گروه میمونه. لطفا با من از بیتوجهی حرف نزنید. خدافظ. خیلی با کلاسیم که تو رستوران ارو اسم غذا انتخاب میکنیم، ما معمولی ها ارو قیمت انتخاب میکنیم. مثلا میگیم یه دونه از این 10 تومانی ها. یه دوست دختر مذهبی داشتم، موقعی کات کردم بهش گفتم مراقب گلدون اطلسی باش، یه وقتایی منتظر کسی باش. گفت بله که منتظرم، یا مهدی ادرکنی. دوران راهنمایی یه دوست دختر داشتم، هر جا باش میرفتم چپ چپ نگامو میکردم، فکر میکردم همجنسگراییم از بس سیبیل داشت. نمیدونم چرا هر پسری که با تو موافقت میکنه احساس میکنی تونسته درکتون کنه. ما سیخ که میکنیم با همه چی موافق میشیم، میگیم باشه قبول. یه دوست دختر داشتم به میگفت عزیزم من فقط برای این با بقیه لاس میزنم که از رابطمون بوی نبرن، تو رابطمون پایدار بمونه، اگه شک کردنم بیرم بهشون میدم.
چی میشه که سر شما بقیه با هم دعوا میکنن؟ آخرین باری که دو نفر به خاطر من با هم دعوا کردن راننده تاکسی خط شرک هفته تیر بودن که آخرش هم یکی گفت اصلا هیچ کی سوارش نکنه تا آدم شه. کوبون این خواننده نمیشد میتونست بره تو نونوایی کار کنه، با صورتش خمیر رو میزد تو تنور. این زاویه سازی دیگه چه مسخره بازیه؟ چونه رو چرا اینقدر تیز میکنین؟ گونه رو چرا متصافی و ساقل میکنین؟ چرا کراهت خدادادی چهرهتون رو نمیپذیرین؟ گاهی کمبود آهن تمایل به خوردن مواد غیر خوراکی را افزایش می‌دهد. مثلا اگر خیلی گو می‌خورین احتمالاً کمبود آهن دارین. کاش بفهمین وقتی رفتین دیگه نباس برگردین، چون ما اینجا نریدیم براتون. دخترها اینجوری هن که وقتی میگن دیگه پیام نده، بعدش منتظر میمونن که پیام بدی و اگه ندی دهنت سرویسه. در دستشویی باز میکنی میگه اوهوم، پدر من سنی ازت گذشته، اوهوم چیه دختری مگه؟ واسه دفاع از خودت ان پرتاب کن سمت در. تنبلی چشم چجوریه دقیقا؟ یعنی به چشم میگی این سفر نگاه کن، میگی نو مخام اصلا حسش نی. ولی این حضرت ابراهیم خیلی بدفاز بوده، تو بیابون خونه میساخت، سر بچهشو میبرید، بوت بقیه رو میشکست، میپرید تو آتش. بابا پیغمبر الله وکیلی دو دقیقه آروم بگیر. اه؟ از بزرگی پرسیدند آخر عشق چیست؟ لبخندی زد و گفت غسل جنابت. یه خانم مسنی کنار خیابون وایستده بود، دیدم نمیتونه خیابون رد شه، بردمشون برای خیابون. همین که داشتیم رد میشدیم، فرشته سمت راست نوشت کمک به افراد مسن، فرشته سمت چپ نوشت دست راست روی لب چپ کون. فکر کردیم ما نمیفهمیم وقتی دوتا خنده میدین بیشتر نخندیدین و فقط میخواین اون ایموجی گنده نشه. من بعضی وقتا از اینکه استرس ندارم استرس میگیرم. بابام یه تن ماهی خریده بود 38 تومن. انداختیمش تو آکواریوم، ما لیاقت خوردن اونو نداریم. به هرچی میرینیم از رو نمیره که هیچه. میشینه یک گوشه میگه اشکال نداره، به قطار در حال حرکت سنگ میزنن. میرم بیرون ساعتم دستم نیست، اونو میارمش گوشیمو یادم بیرون، گوشیمو میارم میبینم پول نیاوردم، اونو میارم با خیال راحت میشینم تو تاکسی میبینم دمپایی پامه. خب بچه ها اینم از بخندیم این سری، دم همتون گرم که گوش میدین. ممنون از بچه هایی که زحمت بکران میوزیک ما رو کشیدن. اگه کسی دوست داره واسم اون موزیک بکران بزنه که ما تو کردیت ها اسمشون رو بزنیم، لطفاً به آیدی اینستاگرام من مهرداد رئیسی، رئیسش هم RAISSI، پیام بده. اگه کسی هم دوست داره که اسپانسر برنامه ما بشه، در خدمتیم. بخندیم.